این بحث توی هزار سال ما نبوده، تو اسلام، تو قرآن، تو حوزه ها اصلا محبوبین محبین نیست. تا حالا هم حدود 30 جلد نوشتیم راجع به محبوبین محبین. از اون ور دنیا صدا بلند شده. این چیه محبوبین محبین دیگه چیه؟ اون ور دنیا محبوبین اونایی که آب تو دلشون تکون نمیخورن. رنجی، کاری، فعلی، زحمتی، شوری، نه، فقط بلا، درد، تیغ، خون. محبوبین خونشونو میریزن، درد، بلا. اما رنج، مصیبت، زحمت، نه، آجر بندازه تو شب 4 قرون بگیره، نمیدونم بیل بزنه 4 تومن بگیره. حالا چه آجر بندازه 4 تومن بگیره، چه وتق الله. این محب به بنده خدا، من هر کار کنم آخر میگی که نشد، مقبول نیفتاد. وتق الله و یعلمکم الله. وتق الله، خیشتندار بشو، و یعلمکم، واب علیته، یعنی لی یعلمکم الله. اگه شما آماده شدی، خیشتندار شدی، خداوند یعلمکم، تعلیمتون میکنه. لذا این آیه با همه عظمتش مال محبوبین نیست، چون محبوبین اصلا بهشون نمیگن این کار کن اون کار نکن، فقط درد، بلا، مکافات، آزار. ببینید پیغمبر، ما اوزی نبیون مثل ما اوزی شاع ان یراک قتیلا. خون، درد، بلا، اینا محبوبین. تقوا و زحمت، آقا تقوا و مقوا مثل هم میمونه، هرچی رو هم بذاری سفتر کلفتر میشه، پرس بهش بزنی سفتر کلفتر میشه. تقوا یعنی زحمت کشی. محبوبین اصلا کار رو بخواه میکنم، محبوبین اصلا کارگر کارکن نیستن، ولی محبین چرا؟ اینا محبین عالی نه، که معلمشون خدا میشه. خدا میگه اتقوا الله یعلمکم الله، من خودم معلمت میشم. ولی محبوبین اصلا اینطوری حرف نمیزنن. ببینید اون دعا رو که میخونه، اللهم عرفنی نفسک، نفس تو قرآن به معنی ذاتشه، فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اگه نشناسمت پیغمبرت هم اعتنا نمیکنم، لم اعرف، اصلا هیچ کی رو نمیشناسم تا نشناسم. بابا این دیگه کیه؟ این حتما یا پیغمبره یا امامه یا یک کسای اینجورایی. محبوبین اساس عصمت رو محبوبینه، دیگران نسبیتش دارن. لذا باید بحث کنید آدم محبوب بود یا محبه، ابراهیم محبوب بود یا محبه، داوود، سلیمان محبوب بود یا محبه. برای چی؟ ببین آدم خدا چقدر بهش سرش، آها برو پایین بیا بالا، چرا اونطور؟ محبوبین اینا رو هم نداره. شما این چه خدا چه بازی سر آدم، ابلیس چی کارش کرده، اون چی کارش کرده، آخرم بریم پایین همه تو بریم بینم همه. اه بابا من پیغمبرم، برو با ابلیس برو پایین. ولی تو کربلا اون همه آدم خوب جمع شده دور امام، شاع ان یرا که قتیلا، تو یکی، ما بقی چی؟ اونا هیچ کدوم محبوبین نیست، بهترین هستن ولی محبوبین نیست، کم نیست. و ما این جمله رو میخوایم جا بندازیم به قوت تمام. 1000 سال بعد از اسلام، استعمار، خلفای جور، بنی عباس، بنی امیه، شاهان ایرانی، ائمه رو میخواستن رده خارج کنن، لذا شروع کردن با یزید و منصور حلاج و قاسم و تقی و اینار هیک و هرچی میخوایم نگید نگید علی. این 1000 سال خواستن ریشه علی رو بزنن، گفتن دیگه هر چی بگید قبول میکنه، بگو نمیدونم سقراط آقا ارسطو معلم اولت، ارسطو یه مؤمن موحد بوده، کی گفت من معلم اولم؟ میگه باشه تو بگو، اما نگو علی معلم اول، از علی نگو، از هر کی میخوای بگو بگو، از شیعه بگو، از سنی بگو، عارف بگو، از درویش بگو، از فلسفه بگو، همه چی بگو، علی نگو. این 1000 سال کلا سر ما گذاشتن، و الا اینا هم آدم های خوبی بودن، ارسطو نمیدونم، بایزید، منصور، کی، قاسم، تقی، یه خورده معمولی، از معمولی ها معمولی تر نبودن، همین یه خورده. اما داستان امیرالمومنین حرفا نبوده، داستان امام حسین حرفا نبوده، اینا
ام الائمه الاسماء الالهیه بودن. این هزار سال آقا بایکوتشون کردن. الان هم که انقلاب شده ماها ولایی هستیم، ما هم فقط به سینه زدن و نمیدونم خاک بریزیم سر اون و خاک به سر بشیم و پا برنه را بریم و خیال میکنیم این ولایته. این نیست. ولایت این است که این ائمه النجبا معلوم بشه که اینها صاحب تمام علوم و کمالات و حقایق بودن.